خب سلام، جادی هستم. LPIC 1 امتحان 101، رسیدیم به ماجول 104 ممیز 2 حفظ تمامیت ملی فایل سیستم ها، در واقع حفظ شرایط درستی که فایل سیستم ها دارن توش کار میکنن. وزنش 2، دو تا هم دستور داره، در واقع DU و DF که همونن ازش سوال میدن، دو تا دستور جنبی هم داره که احتمالا یه سوال هم از اون مجموعه میاد. ظاهرش کار سختیه، در واقع بحث اینه که وقتی فایل سیستمتون خراب شده چجوری میتونین تعمیرش کنین، یا چجوری میتونین چک کنین درسته، یا چجوری میتونین در موردش اطلاعات بگیرین. مثلا ببینین تو دیسک چقدر جا هنوز خالیه، یه دایرکتوری چقدر فضا رو مصرف کرده، چی داره دیسک شما رو پر میکنه. ماجول سختی نیست به این دلیل که انتظار نمیره از کسی که LPI 1 داره یه دیسک خراب رو یهو تعمیر کنه. کارهای خیلی پیچیده‌ای توش هست، میتونه خرابکاری بشه. لازمه بتونین که یه فایل سیستم استاندارد رو نگهداری صحیح بکنین و در عین حال اطلاعاتی درباره ژورنالینگ فایل سیستم ها داشته باشین. اهدافش کسب اطمینان از اینکه سی فایل سیستم درسته، چک کردن فضای خالی و حل کردن بعضی مشکلات کوچیک تو فایل سیستم. دستورایی که یاد میگیرین هم ایناست. DUDF برای اون دوتا کاری که گفتم و انواع دستورهای مرتبط با چک کردن فایل سیستم. ببینیم فایل سیستم چک، FS چک، E2FS چک، MKE2FS، دیباگ FS و یک کلمه چیز دیگه. ما شروع میکنیم با دستور FSCK که معمولا دسترسی روت میخواد وقتی میخواین رانش کنیم. اول یه نکته مهم اینه که چی میشه که فایل سیستم خراب میشه. فرض کنین داریم رو دیسک مینویسیم، یهو برق قطع میشه، یه فایل از بین میره. فرض کنین که یه برنامه وسط کاری که داره با فایل میکنه کرش میکنه. ما به اینا میگیم مشکلای فایل سیستمی. اینکه یه سکتور خراب بشه، هاردتون بسوزه، اینجور چیزها مشکلای سخت افزاری هست. فایل سیستم اینه که هارد سالمه ولی یه اشکالی توی ساختار فایل سیستم به وجود اومده. هرچند که تو بعضی مواقع مشکلات سخت افزاری رو ما میتونیم تا یه حدی با این تکنیک ها شاید حل کنیم. دستور اصلی ما گفتم FSCK، اما FSCK درست مثل MKFS در واقع بخش بزرگیش دستورهای دیگه هم. ببینید توی اسپین یادتونه باینری های حساس واسه کل سیستم بود. در واقع FSCK رو که میزنیم یک کالمه دستور است داس fsck، فایل سیستم های داس رو درست میکنه، fsck.ext2، ext3، nfs، fat، vfat و یک کالمه چیز دیگه. تازه من اینجا xfsc رو ندارم. در واقع fsk خودش یه فرانت انده، یه برنامه پیش روی شماست که شما میبینینش که یک کالمه برنامه بک اند، برنامه عقب صحنه رو ران میکنه. اوکی، و نکته جالب اینه که ما یه برنامه داریم به اسم e2fsck که یه بخش زیادی از اینا اصولاً E2FSCK، یعنی لینک هایی به E2FSCK هستن بقیه این برنامه ها. در واقع خیلی از کارها رو این میکنه. فقط این اسمها رو باید بلد باشین. یکی از سویچ هایی که خیلی استفاده میکنیم توی FSCK داش A، A بزرگ، All، یادتونه FS tab و cat etc FS tab. میگفتش که فایل سیستم من چه دیسک هایی رو استفاده میکنه. من میگم این رو ماونت کن اینجا با پارامتر آخر که استش پس 1، پس 0. توی درس مربوط به FSTAB میبینیم که این فایل به من میگه که چه فایل سیستم هایی تو سیستم هستن که موقعی بوت شدن باید ماونت بشن. اگر این پارامتر ششمشون، یعنی پارامتر آخرشون 1 بود، یعنی اینکه هینی که سیستم داره بوت میشه FSCK این رو چک میکنه. اگر 0 بود یعنی FSCK این رو چک نمیکنه، فایل سیستم چک. اوکی، پس شما یه نکته مهم اینجا دارین. هر دفعه که سیستم بوت میشه اتوماتیک میره نگاه میکنه در واقع این فایل FETC که تنظیمات توش بودن، FSTAB رو. اگر هر فایل سیستمی آخرش 1 بود در واقع چک میشه، اگر صرف بود چک نمیشه. مکسم مال این بود که میخواستم توضیح بدم اون وسط، ولی گفتم جدا توضیح بدم. میتونه 1 نباشه، 1 2 3 4 به ترتیب شروع میکنه اینا رو چک کردن. شما شاید بگین حتما میخوام روت فایل سیستمم اول چک بشه بعد بره سراغ مثلا هوم یوزرها. من اینجا کلا گوشم سوآپ چک نشه، بقیه جا چک بشن. اوکی،
اگر سویچ داش A رو بزنین، مثلا FSCK داش A، باعث میشه که کل در واقع فایل سیستمتون که اینجا معرفی شده چک بشه. آل یادتون باشه. یا این که من مستقیم بزنم، من برای این درس یه دونه پول دیسک رو وصل کردم به کامپیوتر، میزنم FSCK dev sdb 1 پارتیشن اول کول دیسکی که وصل کردم رو چک کن. یه نگاه سری میکنه، میگه شما پرمیشن ندارین، این کارا از روت برمیاد. با دسترسی روت هم میزنم، میره نگاه میکنه، میگه که dirty bit is set، در واقع من یه بیتی set شده که به سیستم عامل میگه که این ممکنه کثیف باشه. کثیف باشه یعنی چی؟ یعنی یهو کشیده باشینش. یادتونه یه وارنینگ میده که حتما سیف ریموف کنین. این dirty bit هست، یعنی من نمیدونم، شاید یکی داشته روش چیزی مینوشته. حالا من دو تا آپشن دارم، یکو بزنم یا هیچ کاری نکنه. من میگم هیچ کاری نکنه، نمیخوام که در واقع تفاوتی حاصل بشه، چون برای شما اینو خراب کردم که ببینینش. میگه که there are differences between boot sector and its backup. کشیدین بوت سکتور و بکاپتون خراب شده، میخواین چی کار کنم؟ کپی کنم اوریجینال رو به بکاپ، کپی کنم فلان رو به فلان؟ میبینی که شروع میکنه اشکالات فایل سیستم رو دیدن و حلشون کردن. من مثلا میزنم اینم نو اکشن و میاد بیرون، میگه این دو تا اشکال رو پیدا کردم، میخواستین حلشون کنم، من زدم نه، اومدم بیرون. همین کار رو میتونم با داش ای انجام بدم که میره فقط از تو اف اس تاب میبینه. یادتونه اوکی؟ پس اف اس سی کی رو دیدین، اف اس سی کی برای فایل‌های EXT استفاده میشه معمولاً، ولی برای چیزهای دیگه هم استفادهش میکنین. در واقع کل فایل سیستم هایی که لینوکس میشناسه برنامه مرتبطش رو دارن که حالا دقیق تر خواهیم دیدشون. همچنین شما نیازی نیست که من اینجا بشدم که پارتیشن اول دیسک دوم، یعنی کل دیسک که زدم دیسک دوم کامپیوترم بود، من میتونم اینا رو به این شکل هم بدم. دیسکی که لیبلش مساوی فلان چیزه، ببینیم بلاک ID، دستوری که به من نشون میده که چه دیوایس هایی وصله. مثلا میگه یه SDA 1 وصله که لیبل SDA 1 ها، این با اون فرق داره، لیبلش هست موویز. یه دونه دیسک دارم به اسم SDB که لیبل نداره، میتونیم روی دیسکا اسم بذاریم، ولی یادتونه هر چیزی یک دونه UUID داره که اینه، یه دیش جامود حواسم هست، یه UUID داره. من میتونم به جای اینکه مستقیم بگم از طریق یونیک آیدی هاشون بگم یا از طریق لیبل هاشون بگم. مثلا میتونم بگم فایل سیستم چک کن چی؟ UUIDش مساویه، یه دی هم جا مونده بود، باشه، میگه پرمیشن دینایید، میگم با سودو این کار انجام بده. دقیقا همون کارهای قبلی رو شروع کرد انجام دادن، من بریکش میکنم میام بیرون. پس دیدین من میتونم این شکلی هم بنویسم. خب بیام پایین تر ببینم دیگه چی داریم. بلاک آیدی رو که دیدیم، بلاک آیدی کل آیدی ها رو نشون داد بهمون، و در این حال دستور داش ان رو هم داریم. توی خیلی از چیزای FSCKE بذاریم یک بار دیگه همون رو بزنم، مثلا میگم این داش ان، حتی ممکنه بدون روت هم کار کنه، نه خیر، آره همون بدون روت هم کار میکنه. در واقع داش ان به من میگه کاری نکن، فقط بگو که چی کار میکردی. به من میگه که سفر رو پاک کنم تمیزتر بشه. به من میگه که اگر تو FSCK رو ران میکردی روی این، من میرفتم FSCK VFAT رو ران میکردم روی این. همین رو بذاریم با موویز بزنم. من میگم اگر اون دیسکی که لیبلش موویزه اجرا میکردی چیکار میکردی؟ میگه نمیدونم، هیچ کاری نمیکردم اگر اینو رام میکردی، چون XFS و من یوتیلیتی های XFS رو نصب نکردم. خب این اشتباه تایپی منه، تیون FS، تیون 2FS. FSCK رو دیدین؟ یه سری اطلاعات به من داد و یه فیکس های نرمال طبیعی رو انجام داد خودش، حداقل از من پرسید که yes یا no. تیون اف اس کامندیه که در واقع تیون میکنه، مثل تیونینگ ماشین. سفر رو پاک هم تمیز باشیم مثل همیشه. من میگم سودو تیون تو اف اس، تیون میکنم اف اس هم رو. کدوم فایل سیستم رو؟ مثلا اینجا زدم اس دی ای 2، همین دیسکی که کامپیوتر ازش بوت میشه الان تو کامپیوتر من، یا بالا خرابش کرده بودیم با هم. داش ال لیست، یادتون باشه اطلاعات به من فقط نشون میده.
یه حجم زیادی اطلاعات. مثلا میگه که این فایل سیستمی که تو داری اسم نداره، ماونتش کردی رو سلش، UUIDش اینه، ماجیک نامبرش اینه. ماجیک نامبرها تشخیص میده که این چه جور فایل سیستمی داره یا چیزای دیگه. مثلا فایل سیستم استیتش کلینه، تیک نخورده که درتیه یا نه. آینود کانتش اینقدر آینود داره، اینقدر فری بلاک داره. کلی به من اطلاعات میده در مورد فایل سیستمم. تیون تو اف اس داش ال هم در واقع لیست میکرده. همین دستور رو تو مراحل پیشرفته تر میتونین استفاده کنین برای اینکه مثلا جورنالینگ روش ران کنین. ببینین جورنال بکاپ من آینود بلاک ها رو جورنال میکنه. جورنالینگ رو جلوتر یه خورده توضیح میدم، ولی با تیون اف اس ما با سویچ داش ال اطلاعات رو گرفتیم. امکان ست کردن هم داره، یعنی همین دستور میتونه یه جزئیاتی رو در مورد دیسک تغییر بده که دقتش و واقعا کیفیتش بره بالاتر. مشهورترینش اضافه کردن جورنالینگه. خب اگر همین رو میخواستم توی فایلای در واقع فایل سیستم های فرمت XFS بزنم که مناسبه برای فایلای ریز، فایلای خیلی زیاد و مثلا توی توضیحی مثل OpenSUSE دیفالت شده الان واسه فایل سیستممون، دستورش می بود xfs-info. من ندارمش. xfs-info من میگه این نیست. اگر میخواین نصبش کنین باید این پکیج رو نصب کنین که این دستور رو داشته باشین. من چون کامپیوترم xfs ندارم این رو استفاده نمی کنم. این شد کل fsck و Tune2FS و برابرش XFS Info که مثل Tune2FS برای فایل سیستم های XFSی. میریم تو را باشد از طور دیگه فعلا یه خود نفس راحت بکشین. DU و DF. DU میشه Disk Usage، DF میشه Disk Free. یه دایرکتوری چقدر یوز کرده، کل فایل سیستم من چقدر فری داره. خیلی زیاد اتفاق میفته این بحث. شما میخواییم ببینیم که چقدر دیسکتون خالی مونده. تقریبا روی سیستمی که دائما مینتین میشه، همین که به شما بگن یه اروری داریم، اولین کاری که میکنین یه دی اف میگیریم ببینین چقدر توش خالیه. نکنه دیسک اصلا پر شده دیگه، مثلا MySQL کار نمیکنه، آپاچی کار نمیکنه، ارور میده و اینجور چیزا. دیسک فری، دیسک یوزج. دقت کنین دی یو به شما میده که ببینم مثلا دی یو دیسک یوزجه، فایل سپیس یوزج. آره summarize disk usage. دیدیم من میگیریم هر وقت سوال دارید درباره هر دستوری. خیلی زیاد پیش میاد که شما میخواین یه دیسکتون چقدر پر شده، چقدر خالیه، میخواین ببینید یه دایرکتوری چند تا فایل چقدر فایل پر کردن. اون رو با usage، دومی رو اولی رو با disk free. یه مفهوم مهمم داریم تحت عنوان آینودا که قبلا دربارش حرف زدیم، اینجا بیشتر حرف میزنم یه کمی. بیشتر که یه بار دقیق میگم چیه. نکته اینه که شما یه سری فایل دارین، من یه فایل رو ذخیره میکنم رو دیسک. خود اون فایل یه جایی رو دیسک میگیره. ولی یه بخش دیگه ای هست که باید یه جایی ذخیره کنم که این فایل اینجاست، اسمش اینه، اونرش اینه، این اگه دایرکتوریه این فایلا توشن، یا اگه فایله تو کدوم دایرکتوریه، یه کلمه اطلاعات دیگه. به اونا ما میگیم آینود. در واقع آینود ها اطلاعاتی درباره فایل هستن. آینود contain the information about files. اونرشون کیه، آخرین بار کی عوض شدن، سایزشون چقدره و اینجور چیزها. یعنی شما وقتی یه فایل رو دیسک ذخیره می‌کنین، علاوه بر سایز خود فایله، آینود هم باید ذخیره کنین. اینجور اطلاعات که این چقدر در دیسک مصرف کرده رو می‌تونین با این دستورا بگیرید. ما با DF شروع می‌کنیم. در ساده‌ترین حالت DF به شما میده که فایل سیستم /dev/sda2 پارتیشن دوم دیسک اولتون اینقدر بلاک 1 کیلویی توش داره، اینقدرش یوز شده، اینقدرش خالی اویلیبل، 65%ش یوز شده و مانت شده اینجا. همه رو به شما نشون میده. هوم من رو نشون میده. اون کول دیسکه چون که مانت نشده نشون نمیده. من الان کول دیسکه رو جدا کردم. چند لحظه ثبت میکنم. دوباره کول دیسکه رو وصل میکنم. سیستم اوتوماتیک مانتش میکنه. میبندمش. دوباره میام. DF میگیرم. الان اونم به من نشون میده، میگه SDB که مانتش کردی اینقدر بلاک، در واقع 4 گیگیه تقریبا. خوندنش البته خیلی سخته، بذارین یه سویچ خوب بزنم. ما سویچی داریم تحت عنوان H یا H بزرگ، یه تفاوت خیلی ریز دارن. اول H کوچیکو میزنم.
عددی رو میده که واسه من مثل آدم تر میشه خون. میگه SDB 1 که الان زدی پارتیشن اول دیسک کول دیسکت که نصب کردی وصل کردی 3.7 گیگ سایزشه، یوزدش 7 مگه، اویلیبلش اینقدره، مانت شده در این مسیر و اینقدرش یوز شده، فقط 1% یوز شده. فرق اچ کوچیک و اچ بزرگ تو چیه؟ یه خوردی عدداشون فرق میکنه. اچ کوچیک 1000ه، اچ بزرگ 1024ه. در واقع این عدد کامپیوتری تر واقعی تری میده به ما، ولی چون بعضیا فقط میخوان صفرا رو حذف کنن، تقسیم بر 1000 رو اینا نکنن، با اچ کوچیک حرف میزنن. ما با اچ بزرگ معمولا ترجیح میدیم، ولی فرق زیادی چون نمیکنه، در واقع خیلی وقتا این درصد برای من پره. میبینم آره 8 گیگ هنوز از هومم خالیه، پس خطری ندارم، میتونم به زندگیم ادامه بدم. 4 گیگ سو خورده هنوز جا دارم روی این دیسک. اچ کوچیک و اچ بزرگ. در این حال یه سویچ مهم دیگه هم تیه. من تی رو، تی بزرگ رو با اچ میزنم. در مورد تایپ هم به من اطلاعات میده، تی بزرگ تایپ. میگم که تایپ این EXTF4ه، تایپ این ویفته. خیلی زیاد پیش میاد، چون میزنیم DF-TH، تایپش رو من بده، فضاش هم به من طبقه مثل آدم بگو، Human Readable بگو. H تو خیلی دستورا Human Readable. اوکیه؟ پس دوتا اصلی رو پیدا کردیم. آخرین سویچ مهم دیسک فری داش آیه. یه چه کوچیک هم میزنم که به 1000 خودش تقسیم کنه. آی چی میده؟ دفعه پیش داشت به من تعداد در واقع بایت های روی دیسک رو میداد. الان تعداد آینوت ها رو میده. آینوت. برای همین آینوت رو توضیح دادم. میگه که SDA 2 تون 1.5 میلیون تا کلن آینود داره که 448,000 تاش مصرف شده، 1.1 میلیون تاش مونده، 30% آینودا رو مصرف کردی. آینودا اطلاعاتی در مورد فایل ها رو نگه میدارن. اگر یک کالمه فایل کوچیک کپی کنم روی دونه دیسک، با اینکه فضای فیزیکیش پر نشده، اگه در واقع من 1.5 میلیون تا فایل کپی کنم رو دیسکم، هر چقدر هم کوچیک باشن دیسک من پر میشه، چون آینوداش تموم میشه. معمولا این نسبت ها رو خود سیستم عامل یه جوری موقع فرمت در نظر میگیره که شما به مشکل نخورید. نکته جالبه دیگه SDB 1 که اصلا آینود نداره. چرا؟ بذارین سویچ تیم رو اضافه کنم. تی بزرگ ویفته، ویفت آینود نداره. به همین خاطر که ویفت نمیدونه اونر فایل یعنی چی، نمیدونه که کی دسترسی رو این فایل داره، آخرین باری که فایل باز شده کی بوده، آخرین باری که استفاده شده کی بوده، آخرین باری که ادیت شده کی بوده، چون آینود نداره. درنچ اصلا ویفت آینود نداره و اینا رو صفر نشون میده. اوکی، پس سویچ آیو یاد گرفتیم برای نشون دادن آینودا، اچ بزرگ و اچ کوچیک و تی بزرگ برای اینکه تایپش هم به من بده. این شد دستور DF که دیسک فری رو میداد. در واقع هر فایل سیستمی رو میداد که چقدر پره یا خالیه. میریم سراغ دستور بعدی DU. DU به من میده که دیسک یوزیج یه مسیری چقدره. مثلا من میگم که دیسک یوزیج تمپ رو به من نشون بده. میگه تو تمپ اینا هستن که اینقدر جا گرفتن. مثال خوبی نبود چون من خیلی خوبی تو تمپ کپی نکردم. بریم توی W LPIC disk usage اینجا رو به من نشون بده. میگه دایرکتوری 101 16 تا مصرف کرده. خب اینو که من درست نمیفهمم، بذارین human readable بخونمش. میگه دایرکتوری 101 16 کی مصرف کرده. دایرکتوری دان 686 مگ مصرف کرده. این انقدر هر کدوم به من داره میده که چقدر. ببینین دان انقدر، لوگو چر 686 مگ دوباره، چون من فایل اینو کپی کردم این تو که دو تا دایرکتوری تو در تو داشته باشم که ببینین تک تک دایرکتوری ها رو نشون میده. لوگو 689 تا، چون که انقدر توی چرتشه احتمالاً خودش هم یه خورده داره توش. دیتا انقدر، اینم انقدر. میتونم همزمان بگم که هم اینجا رو به من نشون بده هم تمپو، اینجوری بدم همینجا رو به من نشون بده هم تمپو. میگه 9 گیگ اینجا 3.7 اونجا. میتونم یه دونه سی هم بزنم بگم گرند توتالش رو به من نشون بده، یعنی اینکه یه خطم آخرش بیار بگو اوکی این انقدر مصرف کرده در کل،
حالا میرم سراغ تمپ، تک تک دایرکتوری رو بهت نشون میدم. این 3 و 7 هم کلش میشه انقدر. میبینین چون هیومن ریدبل میکنه 9 گیگ و علاوه 3 مگ میکنه، کماکان میگه 9 گیگ. پس یه سویچ داش سی هست که توتال همه دایرکتوری که دادیم رو هم به ما نشون میده. اما سویچ های مهم دیگه ای هم داره. H که هیومن ریدبل مثل همیشه، C رو دیدین، ماکس دپت خیلی استفاده میشه، یعنی من میگم که دیو هیومن ریدبل من بده ماکس دپت، یعنی درسته که میشموری تا تحمیلی میگردی چقدر داره، ولی فقط یک لایه‌شو به من نشون بده. اگر یه دایرکتوری داشتی که توش دایرکتوری بود که یه دایرکتوری بود، همه رو جمع بزن، فقط دایرکتوری اولگرد به من نشون بده. در واقع به من تا ته و میشموره، ولی میگه مثلا فرضاً هزینه درآمد 88 که مثلا یه کار تحقیقاتیه با کلی دایرکتوری برای مثلا چقدر در واقع هزینه درآمد هر خانوار در ایران چقدر بوده و این داستان ها، در نهایت چند مگ مصرف کرده. تک تک دایرکتوری توشو نمیده که حالا مثلا بخش هزینه چیه، بخش هزینه فلان چیه. اوکی، این یه سویچ بسیار 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 مفیده. وقتی ما مشکل تو جای دیسک داریم، با دی اف میبینیم که دیسک پر شده، با یه همچین دستوری شروع میکنیم از تو روت پیدا کردن که اوکی چی داره این دیسکو مصرف میکنه. شما بلدین با دستور فایند هم میتونم مثلا بگم همه فایلایی رو به من بده که بیشتر از 100 مگن مثلا. اوکیه. در نهایت هم یه سویچ خیلی پر استفادهش دیو داش اس که فقط یه سامری میده، نمیره دایرکتوری ها رو ببینه. در نهایت من میگم اینجا هیومن ریدبل بده و سامریشو بده. معلومه که خیلی زیاد طول میکشه چون که تمام کارهای زندگی من توی دایرکتوریه. میرم توی LPIC، پروژه LPIC این توه. خلاصه میگه که کل این 9 گیگ بوده. من میخوام ببینم کدوم دایرکتوریشو زیادتر از همه گرفته، میزنم دیو. هیومن ریدبل بده. ماکس دپت فقط یک مرحله رو به من نشون بده. گرب کن جی. هر چیزی که گیگابایتیه به من نشون بده. حالا مگر که اسم یه چیزی هم جی بزرگی باشه که ترس نداره. چی شد؟ بذاریم ماکس دپت هم بکنم 2. نشد هنوز. دیو داش اچ. آه هیچ چیزی یک گیگ نیست. اوکی. دلیلش این بوده که هیچ کدوم از دایرکتوری ها یک گیگ مصرف نمی کردن. بعد همین رو به مگ می دادیم. بفهمم که بالای مگ دارن رو به من نشون بده مثلا. تو مثال واقعی معمولا گیگ کاراتره. پس داش اس رو هم دیدیم. فقط سامری رو نشون میده. خیلی مشهوره اچ اس. این دایرکتوری چقدر مصرف کرده. اما از دو تا بحث آسون دیو و دی اف برمیگردیم به بحث خطرناک ریپیرینگ. بعضیا شوخی میکنن میگن که آدم ترجیح میده کل دیسکش از بین بره، از بکاپاش برگردونه که مجبور نشه فایل سیستم رو ریپیر کنه. اف اس سی کی رو دیدین، استفاده میکردیم برای نشون دادن مشکلات. در مورد اون کول دیسک خاص این رو بهتون نشون میدم. الان دوباره حالت خوب هستیم. دف اس دی بی 1، من میگم اف اس سی کی کن اس دی بی 1 رو. فکر میکردم روی آمانت کار نمیکنه، ولی یه چیزهایی رو ممکنه روی سیستم مانت شده کار نکنه. یعنی یه مواقعی ممکنه به شما بگه که حتما باید آن مانت کنین سیستمتون رو که من کار کنم. FSCK فیکس هم میکنه. دقیقا تو مثالی که ما دیدیم مشکلات رو میدید و فیکس میکرد. روی فایل سیستم هایی که ژورنالینگ نیستند این فیکس خیلی بیشتره. ژورنالینگ رو یه بار دیگه هم توضیح دادم. ژورنالینگ یعنی چی؟ یادتونه ویندوز 98 خراب که میشد ریبوتش اگه میکردین یه دکمهشو میزدین برق میرفت، دو ساعت طول میکشید یه چیزی اینجوری بشموره همه یه هاردو بچرخه. اون چی بود؟ اون دلیلش این بود که ژورنالینگ نداشت. نمیدونم الان ویندوز ژورنالینگه یا نه، در واقع NTFS. اتفاق خطرناک چیه؟ من یه برنامه هم یه فایل رو دارم ادیت میکنم، توش چیز مینویسم، ولی یهو اگه برق بره چی میشه؟ من فایل رو باز کردم، شروع کردم توش چیز نوشتم، برق میره، فایل از بین میره، یا نصفه میمونه یا جدیده نوشته شده، قبلیه پاک شده، نمیدونم چی شده. مثل کاغذ که نیستش که در واقع وقتی فایل رو باز میکنم قطع میشه، ممکنه فایل خراب بشه کلا. راه حلش چیه؟ داشتن یه ژورنال روزانه، دفتر خاطرات. این برنامه تو ژورنال مینویسه، در واقع خود برنامه نه، سیستم عامل این کارو میکنه. برنامه میگه تو این فایل برام تهش اینو بنویس. سیستم عامل میره اینجا مینویسه که قرار رو ته فایل فلان چیز رو بنویسم. بعد میره فایل رو باز میکنه، شروع میکنه فلان چیز رو مینویسه. وقتی تموم شد فایل رو بس، میره اون بالا حذف میکنه که این رو نوشتم. حالا اگه برق بره چی میشه؟ میگیم تو ته این فایل اینو بنویس. میرم تو ژورنالم مینویسم که قرار ته فایل فلان چیز رو بنویسم. فایل رو باز میکنم، برق میره.
برخ که برگشت سیستم عامل داره میاد بالا، FSCK رو اوتوماتیک ران میکنه، چون تو FS tab فیلد آخرش من بیشتر از صفر زدم. میبینه تو ژورنال نوشته که آخرین کاری که داشتم میکردم که تموم شده یا نه این بوده که ته فایل فلان فلان چیز رو بنویسم. میره فایل فلان رو نگاه میکنه ببینه تهش فلان چیز نوشته شده یا نه. اگر شده بود میاد اینو تیک میزنه که نوشته شد، اگر نشده بود مینویسه. در واقع از طریق نگه داشتن یه ژورنال که من دارم چیکار میکنم و بعد انجام دادن اون کارها و بعدن تیک زدن، همیشه میفهمه که آیا فایل سیستم کارهایی که داشت توش انجام میشد تموم شده یا نه. به همین خاطر فایل سیستم های ژورنالینگ خیلی سریع هست در واقع موقع ریکاوری. اگر ژورنالینگ نباشه فایل سیستمتون مثل EXT 2، EXT 3 و 4 ژورنالینگ هست، XFS ژورنالینگ EXT 2 داشته باشین، یا همچین چیزی که در واقع دیدین رو ویفت داره کار میکنه که ژورنالینگ نیست، کلی از شما سوال میپرسه، میگه من یه جا یه فلگ زدم که این دیسک آن ماونت شده بی خودی، حالا باید برم بچرخم ببینم مشکل داره یا نه. پس رو سیستم های نان ژورنالینگ مثل EXT 2 و FAT خیلی زیادتر FSCK کار میکنه. روی EXT 3 و EXT 4 که ژورنالینگ هم خیلی کمتر کار میکنه، تو XFS تقریبا دیگه هیچ کاری نمیکنه انقدر که ژورنالینگش قویه. این رو هم یادتون هست XFS دستورهای خودشو داره. من چی میزدم؟ فایل سیستم چک که چک میکرد، توی XFS میزنم XFS چک که یه فایل سیستم XFSی رو چک میکنه. همچنین یه سویچ خیلی مهم که تو همه اینا باید یادتون باشه، sudo fsck -n کوچیکه. یادتونه n بزرگ میگفتش که قراره چیکار کنم. وقتی من n بزرگ رو میزدم میگفت اگر fsck رو این ران کنی sda، برای اینکه xfs نداشتم، تو sdb میزنه که من vfat رو ران خواهم کرد. اگر n کوچیک بزنم هیچ کاری نمیکنه، فقط به من میگه که اگر کار میکردم اتوماتیکلی ریموو میکردم dirty bitو. اوکی؟ فقط به من میگه که چی کار میکردم. دستور بعدیمون دیباگ اف اسه که دوباره از اسمش کاملا میتونین تشخیص بدین چی کار میکنه. یه تول اینتراکتیو برای دیباگ کردن فایل سیستم ها، دیدن یه سری جزئیات و امکان داره تغییرم توش بدین. حالت عادی دیباگ اف اسو که ران میکنین هیچی رو تغییر نمیده. debug fs def sda 2 همین فایل سیستمی که توش هستم، میگه شما اجازه نداشتین بهش دسترسی داشته باشین. quit q رو میزنم، sudo با root رانش میکنم، چون قبلا پسوردمو پرسیده بود دیگه نمیپرسه تا یه مدتی. اگر بخوام write توش بکنم سویچ dash w اول write باید میزدم، که خب من نمیزنم که چیزی رو خراب نکنم. debug fs در واقع من دارم با سی فایل سیستم هم یه رابطه دوستانه برقرار میکنم، حالت دیباگ. در واقع من یه کامند لاین میده، تول اینتراکتیوه. میرم cd etc، توی etc هم الان میتونم pwd رو بزنم که کامند رو یادتونه و من میگه الان کجاست. در واقع من میگه شما توی آینود فلان، این یادتونه چیزی یه آینود داشت، آینود etc شمارش اینه، آینود slash شمارش دوه، چون اول از همه درست شده اون اولیه رو برداشت برای خودش. در واقع دارم مثل جزئیات میگه دیگه درباره آینودا. حالا من میتونم مثلا چیکار کنم اینجا؟ استات بگیرم از یه چیزی، مثلا بگم استات فایل گروپس. میگه فایل گروپس رو پیدا نکردم، در واقع از ext to lookup نگاه کردم پیداش نکردم. ext to lookup رو نگاه میکنه، چون که ext 3 که الان من دارم در واقع ext 2 به علاوه ژورنالینگه. میگم استات بگیر از پس دبلیو دی، میگه فایل پس دبلیو دی وجود داشت، آینودش اینه، آینودش رو کپی میکنم که بعدن استفادهش کنم، تایپش رگولار فایله، دسترسی ها بهش اینه، گروپش اینه، مالکیتش اینه، سایزش اینه و کلی اطلاعات دیگه از جمله سی تایمش، ای تایمش، ام تایمش، این چیزایی که شما توی دستور فایند میدیدین. در واقع اطلاعات اون آینه رو به من نشون داد و میتونم برای گرفتن اطلاعات ازش بزنم n چک، در واقع نود چک، اون نود نامبری که سیف کرده بودم رو میره میگرده عقب عقب ببینه اون مال کجاست. میگه اولا مال این فایله، آینودش اینه، پت نیمش اینه و هیچ دیگه ازش پیدا نکردم. با همین برنامه شما میتونید دنبال نودها بگردین، فایلایی که پاک شدن رو حذف کنین، پیدا کنین، میگن بازیابی کنید،
چون در واقع شما آینود رو فقط حذف کردین، فایل هنوز هست، هرچه براش یه آینود میسازین بازیابی میشه. مطمئنا قرار نیست شما مستقیم انجامش بدین، فعلا تو LPIC 1 خطرناکه کلا دست دادن به این چیزا، پس ما ازش میایم بیرون با دستور کیو. این میشه پس دستور دیباگ اف اس. یه مفهومی رام توی LPIC باید بدونین تحت عنوان سوپر بلاک، فقط درکش کافیه. در واقع متادیت های فایل سیستم تو سوپر بلاک، شما سیستمتونه که فرمت میکنین یه در واقع دیتایی لازمه که بگه که آینوداتون کجاست، حجم دیسک چقدره. در واقع فایل سیستمتون یه متادیتا داره، متادیتا دیتا در مورد دیتاست، فایل سیستم خودش دیتاست، پس میگیم فایل سیستم یک متادیتایی داره که اطلاعات مربوط به فایل سیستم رو ذخیره میکنه. بسیار مهمه. در واقع شما اگه سوپر بلاکتون از دست بدین، انگار سیستم عاملتون رو فرمت کردین. قابل بازیابیه. چجوری؟ معمولا جاش معلومه، اولهای دیسک ذخیره میشه، بعدش همین که سوپر بلاک چند بار جاهای دیگه هم تکرار میشه، چون خیلی مهمه. در نتیجه خود موقع فرمت کردن، من اینجا یه نمونه براتون آوردم تو درس، ببینیم الان چیزی رو فرمت نمی‌کنم. البته داش ان میتونه فقط نشون بده، میگم اطلاعات اس تی 7 رو نشون بده، میاد میگه سوپر بلاکتون که خب فلان جاست، متا دیتا هاش ایناست دیگه، در واقع میگه که این دیتا ها رو داره، این شکلیه، لیبل نداره، او اس تایپش لینوکسه و همه داستانا. سوپر بلاک بکاپاتون اینجا هاست، در این پوزیشن ها از دیسک یه بار دیگه متا دیتای سوپر بلاک رو ذخیره کرده. مفهوم سوپر بلاک رو لازمه بدونید. و تقریبا درسمون تموم میشه. من فقط چند تا چیز رو که اینجا آوردم رو باهاتون مرور میکنم. بعضیش البته جدیده، در حد اینکه اسماش رو بدونین لازمه. توی LPIC فایل سیستم EXT سه تا دستور داریم. Tune to FS که دیدینش، Dump E to FS، سوپر بلاک رو، و گروپ دیسکریپتور مشخص کننده گروهش رو برای فایل سیستم های EXT 2 و EXT 3 می نویسه. معنیش چیه؟ یعنی شما میتونید دامپ کنیم، بگین دامپ e2fs/dev/sda2 توی فایل. میگه شما با روت فقط میتونین بکنیم این کار رو. خب فایل فایل میگه این فایل چیه؟ یه فایل اسکی تکسته، کات فایل، دیتای سوپر بلاکتون رو نوشته، برای کار ریکاوری به دردتون میخوره. معمولا در دنیای واقعی کمتر کسی این کارو میکنه، ولی خوبه که انجام بدین. یه بار میکنین، بعد یه روزی که بدبخت شدین، در واقع سوپر بلاک حذف شد، میتونین از تو این دیتا یه در واقع دیتاتون رو ریکاور کنین. Tune to FS دیدینش، Dump E to FS، Dump کردن یعنی ریختن یه چیزی یه جایی، Debug FS رو هم که دید. این مال EXT ها بود. توی سیستم عامل Razer FS، در واقع Razer FS Tune که دقیقا مثل همون Tune خودمونه، Show and Set Parameters، Debug Razer FS مثل Debug خودمونه، Dump هم نداره. و برای XFS که بیشتر احتمال داره سوال بیاد، که خیلی هم آسونه چون مفاهیمش اسمش دقیقا همونه، XFS info اطلاعات رو نشون میده، XFS grow FS رشد بده فایل سیستم رو. میتونه یه فایل سیستمی که مثلا قبلا گفتیم 200 مگ میخوامو بکنین 400 مگ. معلومه که پشتش باید خالی باشه، نباید فایل سیستم دیگه ای باشه. وقتی فایل سیستم دیگه ای ندارین، دیسکتون خالیه و فقط تیکه اولش رو فرمت کردین، میتونین با XFS grow FS بزرگش کنید. XFS admin پارامیترها رو عوض میکنه، اینفو فقط نشون میده، برخلاف این بالا اگر یادتون باشه tune to FS هم نشون میداد هم عوض میکرد. اینجا XFS info نشون میده، XFS as admin عوض میکنه. و در نهایت دو تا دیگه میمونه، XFS repair که مشکلات رو حل میکنه، XFS DB در واقع مثل دیباگ ما کار میکنه. میتونیم وصلشیم بهش، ما که میگم EXT serve، میتونیم وصلشیم به فایل سیستمتون و آینودا رو چک کنیم، ببینیم که در واقع یه دیسک کجاست، فلانجا چی رایت شده، براش آینود بسازین و اینجور کارها. خسته نباشین،
وزنش 2 بود. یه بار دیگه یه مروری میکنیم، الان میتونین چک کنیم، وریفای کنیم فایل سیستماتون رو، مونیتور کنیم فری اسپیس ها و آینوداتون رو، داش آی یادتون نره، ریپیر کنیم مشکلات کوچیک رو. دی یو دی اف رو دقیق دیدیم، اف اس کی رو دقیق دیدیم، ای تو اف اس کی در واقع یه برنامه ای بود که اون پشت بود و خیلی از اف اس کی ها در واقع به اون اشاره میکرد. ام کی ای تو اف اس، دیباگ اف اس، دامپ ای تو اف اس، تیون ای تو اف اس و یه مجموعه ابزارهایی از XFS tool رو دیدیم. امیدوارم که همه وزن 2 امتیازش رو بیارین تا درس بعدی.